شمول این کلام شلاق رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تنابه دارب سار کنترل و سرکوبه کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده چه امنیتی تو قانونی که خودش خشم توشه اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون تزریق سم بدون درد عمل کریه و وچه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم. شب روزتان خوش، احمد رفعت هستم. به اعدام بس است برنامه از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. 28 آذر دادگاه استیناف شهر استکهلم در سوئد حکم حبس ابد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در تابستان خونین 67 را که در دادگاه بدوی به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی و قتل عامدانه محکوم به حبس ابد شده بود تایید کرد. حمید نوری 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از تهران وارد استکهلم و بلافاصله بازداشت شد. 22 آبان همان سال دادگاهی در استکهلم برای حمید نوری حکم ادامه بازداشت صادر کرد. این حکم بارها تمدید شد تا پرونده علیه او به اتهام دست داشتن در جنایات جنگی و قتل‌های عامدانه در سال 67 تشکیل شود. 19 مرداد 1400 نخستین جلسه دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم آغاز به کار کرد. قاضی و هیئت منصفه این دادگاه پس از 9 ماه محاکمه و بررسی اسناد و مدارک و شنیدن شهادت‌های شاکیان پرونده و کارشناسان 23 تیر 1401 حکم حبس ابد برای حمید نوری را صادر کردند. 21 دی 1401 اولین جلسه دادگاه تجدید نظر یا استیناف در استکهلم برگزار شد. این دادگاه 28 آذر حکم حبس ابد را برای حمید نوری تایید کرد. ما جهت بررسی جنبه‌های حقوقی این پرونده و این حکم دادگاه سری به مالمو در سوئد می‌زنیم تا با معین خزائلی حقوقدان صحبت کنیم. آقای خزائلی به اعدام بسه است خوش اومدید. خب دادگاه استیناف استکهلم رأی حبس ابد برای حمید نوری رو تایید کرد. بلافاصله خب برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این حکم که به قول اونها غیر قانونی است در لفافه به نوعی تهدید کردند، گفتن اقدامات متناسب انجام خواهیم داد یا اینکه ما هم واکنش از خودمون نشون میدیم. خب به رأی یک دادگاه در یک کشور دیگری از نظر قضایی که نمیشه واکنش نشون داد، به نظر شما جمهوری اسلامی چه نوع واکنشی میتواند یا میخواهد به این حکم از خودش نشون بده؟ درود بر شما و بینندگان گرامیتون. همطور که شما هم اعلام کردید، دادگاه استیناف در استکهلم حکم حبس ابد حمید نوری رو به اتهام جنایت جنگی از طریق قتل عمد شمار زیادی از زندانیان و مشارکت در قتل عمد اونها تایید کرده و خب مشخص بود که در حقیقت تایید این حکم توسط دادگاه استیناف در استکهلم واکنش مقامات جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. همطور هم که شما گفتید تهدیداتی در این زمینه صورت گرفته بود. مشخصا اقدام قضایی در این زمینه وجود نداره که نظام جمهوری اسلامی بتونه انجام بده، اگرچه که خب این امکان از نظر سیستم قضایی و حقوقی وجود داره در اروپا که وکلای پرونده رو به دادگاه حقوق بشر اروپا ببرند، اونجا
درخواست تجدید نظر بکنن. اما این مسئله منوط به این هست که بتونن اثبات بکنن در روند پرونده اتفاقی افتاده که بر خلاف قوانین بین المللی حقوق بشری است، مثلا حکم صادر ناقض حق حیات هست، یا متهم در دوران بازداشت شکنجه شده، یا روند دادرسی ناعادلانه بوده، یا مثلا دسترسی به حق دفاع یا وکیل مدافع نداشته. اگر بتونن این موارد رو در دادگاه حقوق بشر اروپا اثبات بکنن به شرط اینکه دادگاه درخواست تجدید نظر رو بپذیره، شاید از نظر حقوقی بشه کاری کرد. خب خیلی بعید هست که بتونن این رو اثبات بکنن، به دلیل خب حکم به هیچ وجه شامل مجازات های سلب حیات و مجازات های بدنی نیست. حق دسترسی به دفاع به طور کامل فراهم شده، دسترسی به وکلا به طور کامل بوده، مدت ها وقت دفاع داده شده بوده به متهم و وکلاش، حق دسترسی به خانواده، ملاقات با نزدیکان برای متهم وجود داشته، و در نتیجه به نظر نمیرسه که حقوق اساسی متهم در روند پرونده نقض شده باشه. اما مسئله اینجاست که تهدیدی که مقامات جمهوری اسلامی رو انجام دادند رو ما امروز نتیجهش رو در تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب دیدیم، یعنی اعلام و انتصاب اتهام افساد فلعرض به شهروند سوئدی که کارمند اتحادیه اروپا هم هست و در ایران در خرداد ماه بازداشت شده بود، و امروز در مقابل ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام افساد فلرز اولین جلسه محاکمش برگزار شد. من فکر میکنم تهدید مقامات جمهوری اسلامی در حقیقت پیرو همین مسئله بوده. بلا فاصله پس از یک روز دادگاه رو برگزار کردن و مستقیما هم اتهامی رو منتسب کردن که مجازات مرگ داره. خب ما میدونیم که در ایران به دلیل عدم پایبندی نظام جمهوری اسلامی به قوانین بین المللی حقوق بشری، خب مجازات مرگ همچنان وجود داره و اعمال هم میشه، و مستقیما هم منتسب کردن به این شهروند سوئدی و به ویژه کارمند اتحادیه اروپا که در حقیقت هم از این طریق به خود سوئد فشار وارد بکنن، هم اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار بدن. من تصورم بر این هست که کل روند پرونده این شهروند سوئدی در حقیقت گروگانگیری نظام قضایی و نظام جمهوری اسلامی برای تلاش در راستای مبادله اون با حمید نوری، که حالا باید ببینیم که آیا سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه چه واکنشی نشون خواهند داد و آیا مقاومت خواهند کرد یا سرانجام تن به مبادله خواهند داد. البته یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی یک گروگان دو تابعیتی دیگر، دکتر احمد رضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی را هم داره که در گذشته محکوم به اعدام شده و هر لحظه میتونن این حکمو در واکنش، حالا اگه اسمشو بشه گذاشت واکنش، در انتقام گیری از کشور سوئد به اجرا بگذارن. آیا دولت سوئد خواهد پذیرفت که دست به مبادله بده بزنه، یعنی این دیپلمات سوئدی تبار اتحادیه اروپا یوهان فلودروس رو با حمید نوری مبادله کنه، یعنی در ازای آزادی اون بعد از اینکه البته احتمالاً محکوم شد در ایران و حکم حالا اعدام هم نه، زندان طولانی بهش دادن، مانند آنچه که در بلژیک اتفاق افتاد با اسدالله اسدی، این دیپلمات تروریستی که با یک فعال مدنی بلژیکی که به 20 سال حبس محکوم شده بود در ایران مبادله شد. مقامات سیاسی در سوئد همواره به ویژه پس از تشکیل پرونده علیه حمید نوری و اعتراض‌های ایران اعلام کردند که سیستم قضایی در سوئد کاملا مستقل هست و به هیچ وجه دولت بر روی عملکرد نظام قضایی و دادگاه ها هیچ گونه دخالت و نفوذی نداره. در عمل هم نظام قضایی سوئد نشون داده که به طور کامل مستقل هست و به هیچ وجه تأثیرپذیر نیست از سیاست های دولت ها. اما آنچه که مشخص هست این هست که با توجه به اینکه منافع شهروندی سوئد در خطر هست در حقیقت، و فشاری که از سوی جامعه سوئد و افکار عمومی در سوئد ممکن هست در همین راستا نسبت به بازداشت شهروندشون در ایران و احتمال
مواجهه با خطر اعدام وجود داشته باشه برای اون، این فشار ممکن هست دولت رو به جایی برسونه که در نهایت به مانند بلژیک تن بده به این مبادله، یا به نوع دیگری سعی بکنه که حمید نوری رو در حقیقت آزاد بکنه، یا حالا به نحوی اون رو مشمول عفو بکنه، یا به هر ترتیبی شرایط آزادی اون رو فراهم بکنه که در حقیقت بتونه این شهروند خودش رو آزاد بکنه. به ویژه اینکه خب این فشار از سوی اتحادیه اروپا هم ممکن هست، با توجه به اینکه فرد بازداشتی کارمند اتحادیه اروپا هم بوده، دیپلمات اتحادیه اروپا بوده، این فشار از اتحادیه اروپا هم ممکن هست به دولت سوئد وارد بشه. به نظر من پیشبینی در این زمینه خیلی کار راحتی نخواهد بود، اگرچه که همینطور که عرض کردم نظام غذایی در سوئد به معنی واقعی جزو نظام‌های غذایی هست، کاملا مستقل هست و سرامت هست در این زمینه. خب مسلماً وکلای پرونده، وکلای حقوق بشری و نظام غذایی و دادستان‌ها در سوئد مقاومت خواهند کرد در برابر فشار دولت. آقای خزالی، پسر حمید نوری، مجید نوری، گفته که ما این پرونده رو به دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم برد. تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها دادگاهی که میشه پرونده حمید نوری رو که در یک کشور اروپایی، یک کشور دموکراتیک اروپایی محکوم شده، برد دادگاه حقوق بشری استراسبورگ. آیا ولی اونجا هم شرایطی لازمه که به عنوان مثال دادرسی عادلانه نباشه، زندانی شکنجه شده باشه یا عوامل دیگری که حقوق این زندانی، فرد زندانی یا فرد محکوم شده زیر پا گذاشته شده باشه، آیا در این پرونده اصلا میشه چیزی پیدا کرد که دادگاه عالی استراسبورگ بتونه این پرونده رو بپذیره؟ مشخصا نه. همونطور که پیشتر هم من اشاره کردم، تنها مرجعی که وجود داره که این امکان از منظر حقوقی و قانونی وجود داشته باشه که بشه پرونده رو به مرجعی ارائه داد، دادگاه حقوق بشر اروپا هست، که همطور که شما گفتید و همطور که من اشاره کردم، شرط پذیرش موارد برای تجدید نظر در دادگاه حقوق بشر اروپا نقض حقوق اساسی متهم هست. نکته بسیار مهم اینجاست که دادگاه اروپا اساساً وارد ماهیت پرونده نمیشه. یعنی این تصور که مثلا دادگاه حقوق بشر اروپا ورود میکنه به پرونده و حمید نوری رو بیگناه تشخیص میده کاملا تصور غلطی است. اگر واقعا فرزندشون این تصور رو داره، تصور غلط هست. من فکر نمیکنم وکلای حمید نوری همین تصور رو داشته باشن. دادگاه حقوق بشر اروپا صرفاً و صرفاً در مورد نقض حقوق اساسی متهمان و زندانیان در حقیقت اظهار نظر میکنه که آیا این نقض حقوق اساسی در روند دادرسی، در روند بازداشت، در روند محاکمه اتفاق افتاده یا نه. خب مشخصا در مورد کشوری مانند سوئد و دستگاه قضایی سوئد اساسا خیلی مضحک به نظر میرسه که این اتهامات رو بخوایم مطرح بکنیم. مشخصا همونطور که گفتم مجازات، مجازات مرگ نیست، دسترسی به حق دفاع کاملا فراهم بوده، هیچ شکنجه اعمال نشده. بعضا مقامات در ایران گفته بودن که حمید نوری در سلول انفرادی هست، تصور اونها از سلول انفرادی که در ایران احتمالا در اوین وجود داره هست، ولی در اینجا خب اتاقهای خیلی با تجهیزات کامل هست که امکان خارج شدن از اون وجود داره، امکان معاشرت با دیگر زندانیان هم وجود داره. ادعا کرده بودن که ایشون عینکشون رو ازشون گرفتن، چشمشون نمیبینه، ولی خب ما در دادگاه ها شاهد بودیم که ایشون متونی رو خودش نوشته و آورده. خب اگر چشمش نمیدیده چطوری این متونی نوشته؟ این ادعاهایی که مطرح میشه مشخصا برای در حقیقت ایجاد گمراهی در پرونده هست، ایجاد گمراهی نسبت به مسئله اصلی که همون جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به واسطه مشارکت گستره در قتل عام در سال در دهه 60 هست، برای گمراه کردن افکار عمومی از این واقعیت هست. در عمل به نظر نمیرسه که هیچ مرجع بین‌المللی در این زمینه صلاحیت داشته باشه که بخواد ورود بکنه به جز دادگاه حقوق بشر اروپا، که اون هم منوط به شروطی است که عرض کردم. آقای خزالی، یک پرسش آخر. البته در روند قضایی سوئد یک مرحله دیگه هم باقی مونده و اون دادگاه عالی سوئده.
آیا شما فکر میکنید که دادگاه عالی سوئد، ولی اونجا هم شرایطی باید وجود داشته باشه تا پرونده رو بپذیرن، دادگاه عالی سوئد میتونه بررسی مجدد این پرونده رو در دستور کارش قرار بده؟ بر اساس قوانین سوئد بررسی مجدد در دادگاه عالی هم باز منوط به شرایطی است که به نظر نمیرسه در پرونده حمید نوری شرایط وجود داشته باشه. از جمله این شرایط این هست که مدارک و شواهد جدیدی در پرونده کشف بشه که باعث بشه اساساً ادعاهای مطرح شده تغییر بکنه، یا انقدر روند دادرسی بر خلاف قوانین باشه که دادستان ها خودشون موافقت بکنند با مراجعه به دادگاه عالی برای یک مرحله ارشدتر. به نظر نمیرسه که دادگاه عالی موافقت بکنه، ضمن اینکه وکلای پرونده هم هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردن. اظهار نظر فرزند حمید نوری هم مشخصا در مورد مراجع بین‌المللی است که احتمالاً به این معنی است که یا خودشون در جریان هستن که نمیخوان براشون وجود نداره، یا اساساً دیگه نمیخوان به دادگاه ارشدتری در داخل خود سوئد مراجعه بکنن و صرفاً این رو برای نوعی فرافکنی مطرح کردن. با سپاس فراوان از همراهیتون. میهمان بعدی ما کامبیز غفوری، روزنامه نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایرانه. آقای غفوری، به اعدام بسست خوش اومدید. بالاخره دادگاه استیناف استکهلم حکم حبس ابد حمید نوری رو تایید کرد. این دستاورد مهمی است برای جنبش دادخواهی، فقط یک حکم قضایی نیستش بلکه یک دستاورد، درسته؟ دقیقا همینطوره. من دیدم خیلی خوب صحبت این روزا بوده، هم خیلی نگرانی بوده بر سر این که آیا جمهوری اسلامی سعی میکنه که حمید نوری رو به نوعی آزاد بکنه با گروگانگیری و انواع چیزهایی که میدونیم، حالا اگه بخشید بهش میرسیم. اما من همش فکر میکنم که چون این چیزهایی در درجه دوم اهمیتن، در درجه اول اهمیت برای نخستین بار دادخواهان ایرانی تونستند یکی از جنایتکارانی رو که در سال 1367 در کل دهه 60 و به ویژه در سال 67 دستش به خون بسیاری از هموطنان ما آغشته بوده، در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته رو در یک دادگاهی در کشورهای آزاد محاکمه بکنن. من فکر میکنم که آثار بسیار دراز مدت مهمی داره این مسئله. یکیش اینه که از این به بعد مسئله قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به رسمیت شناخته شده، مستند شده، حکم دادگاه براش صادر شده. بنابراین هیچ یک از کسانی که در اون زمان دستی داشتند از زندانبان دخیل در این اعدام ها، یعنی کسانی که آگاهانه می رفتن شیرینی پخش می کردن مثل آقای حمید نوری، تا قاضی های صادر کننده حکم، تا کسانی که حکم ها را اجرا می کردن، تا شکنجهگر در دهه‌ش هست، اینها هیچ کدوم نباید احساس آرامش بکنن که به راحتی می تونن بیان به خارج از کشور سفر بکنن و برگردن. این مسئله رو ما قبلا هم دیده بودیم. ببینید، یک سری از جانیانی که جمهوری اسلامی میفرستاد به خارج از کشور، یکیش محمد آزادی بود، یکی از سه نفری که شاپور بختیار رو کشت، الان هم در ایرانه. او میخواست از کشور خارج بشه بره سفر اربعین، هم خود حکومت بهش اجازه نداد. یعنی اینکه میدونست که اگر بیاد بیرون ممکنه که در یک کشور دیگری بازداشت بشه و آبروی جمهوری اسلامی در خطر قرار بگیره. الان این اتفاق برای تمام کاربدستان سال 67 و دهه 60 انجام شده. برای همین من فکر میکنم که هم از این منظر، هم از منظری که هر یک نفر اینها که محاکمه بشه مرهم کوچکیه بر دل کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، یا زندانیان سیاسی که در اون زمان زخم هاش رو هنوز روی تنشون، زخم شکنجه روی تنشونه، الان در خارج و داخل کشور به یاد رفقای از دست رفتشون هستن. از هر نظر که نگاه بکنیم، به گمان من روز بزرگی بود این روز، و امیدوارم که شیرینی یک همچین دادخواهی با کل دوره رو طی کردن، یعنی دوره کل زندانش آقای حمید نوری بگذرانه در سوئد، با چنین اتفاقی تکمیل بشه.
البته مادر اسمت که خب یکی از کسانی است که بالاتر 11 نفر از عزیزانش اعدام شدن در دهه 60، میگفت آزادش هم بکنن، این که محکوم شده خودش بسیار حائز اهمیت، حالا تو این زندان بمونه جای دیگه بمونه فرقی نداره، ولی از این که بگذریم، شاید یک وظیفه رو این دادگاه خطیرتر میذاره بر گردن مدافعان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری و اون جمع‌آوری مدارک و شواهده، برای اینکه در جریان این دادگاه که من در چندین جلسهش شرکت داشتم فقط این بود که توانستن با ارائه مدارک، حتی مدارک بسیار کوچک، ثابت کنند که نوری دست داشته. یعنی برای اینکه اگر ما با یک سیستم دموکراتیک سر و کار داریم، یک دستگاه قضایی دموکراتیک سر و کار داریم، اونجا شواهد و مدارک است که بر صدور حکم تاثیر میذارن، نه مسائل سیاسی. این مسئله به نظر شما چقدر اهمیت، همیشه اهمیت داشته، چقدر الان اهمیتش بیشتر میشه با توجه به دادگاه حمید نوری؟ نکته خیلی مهمی رو مطرح کردین. گاهی وقتا خیلی از ما میپرسن که چه فایده‌ای داره شما گزارش میکنین که فلانی شکنجه شد یا اینقدر نفر اعدام شدن یا فلان قاضی فلان حکم رو صادر کرد، چه فایده‌ای داره که دادگاه‌های غیر رسمی، دادگاه‌های تریبونال اینها رو برگزار میکنید؟ من فکر میکنم حکم حمید نوری به نوعی پاسخ به این انتقادها میده. اگر ایران تریبونال که خاطرتون هست به خوبی کنشگران ایرانی خارج از کشور برگزارش کردن، اون یک دادگاهی نبود که دادگاه رسمی باشه، یک تریبونال بود، یک دادگاه مردمی بود، تشکیل نمیشد و به نوعی بسیاری از این شهادت ها رو ثبت نمی کرد، شاید کار دادگاه حمید نوری دشوارتر میشد. بنابراین تمام این خاطره نوشتن های زندانیان سیاسی، تمام این حرف ها و اظهاراتی که در دادگاه مردمی ایران تریبونال انجام شد، کمک کرد به این محکومیت حمید نوری. آبان تریبونال رو که در لندن تشکیل شد، ما دیدیم که بسیاری از اسناد ثبت شدن، بسیاری از شهود اونجا شهادت دادن، شهادت هاشون ثبت شد، قضات بین المللی اومدن اینا رو بررسی کردن و بنابراین اگر روزی ما یکی از جانیان مرتبط با آبان 98 رو در خارج بتونیم یقش رو جایی بگیریم، مطمئنن تمام اون شواهد و مدارک به کارمون میاد. پس من فکر میکنم که هر نوع گزارشگری حقوق بشری، حتی اگر همون لحظه اثر مستقیم و فوری نداشته باشه، حتما روزی به کار خواهد آمد. این همطور که گفتید وظیفه تمام کنشگران حقوق بشر رو سنگین میکنه. من نه اینکه بخوام از کار خودمون یا سازمان حقوق بشر ایران تعریف کنم، هر نهاد حقوق بشری منظورمه، هر کسی که در این راه تلاش میکنه، ثبت میکنه این جنایات رو با سند و مدرک، گزارش مستدل میده، به خاطر اینکه ما یه فکتوری هم باید در نظر بگیریم، همه همیشه دقیق حیات نیستن. بسیاری از کسانی که ممکنه که در اون سالها، سالهای دهه 60 حالا در میان سالی بودن، الان دیگه بین ما نباشن، بنابراین ثبت هر گونه خاطره ای از اونها، شهادتی از اونها امروز حتما به کار می اومده، ثبت هر روایتی امروز حتما سالهای آینده به درد میخوره. هر چقدر هم که نزدیکتر باشه به روز وقوع جنایت، مانند اون کاری که الان فکت فایندینگ میشن کمیته حقیقتیاب سازمان ملل داره میکنه در مورد جنایاتی که در جریان انقلاب ژینا مهسا امینی شد، اون خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، همه اینها روزی به کار دادخواهی خواهند آمد، به کار پاسخگو کردن مجرمان. چون بدترین چیزی که ما میتونیم در یک سیستم سیاسی ببینیم اینکه جنایت انجام بشه و جنایتکار بدون تاوان دادن رها بشه، بدون پاسخگویی رها بشه. برای پاسخگو کردن اینها ما نیاز داریم به اینکه مستندات جمع بکنیم و فکر کنم همه اینها یه روزی به کار میاد. تقریبا همزمان با اعلام رأی، چند روز قبل از اعلام رأی، دادگاه شهروند سوئدی که یک دیپلمات اتحادیه اروپا است، آقای یوهان فلودروس، در تهران آغاز شد در شعبه 26 دادگاه انقلاب. روز بعد این حکم این دادگاه هم دوباره جلسه سومش، یعنی حکم دادگاه استکهلم، جلسه سوم برگزار شد. اتهام ایشون افساد فی الارض.
خب ما میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه برای این چنین اتهامی حکم اعدام هم صادر کنه. شما فکر میکنید این تقریبا همزمانی دادگاه این دیپلمات اروپایی با دادگاه با رأی دادگاه استیناف استکهلم اتفاقی باشه، یا اینا که مخصوصا کردن برای اینکه میخواستن یک پیام برای نروژی، برای معذرت میخوام، برای سوئدیا بفرستن؟ هیچ شهروند دو تابعیتی آقای رفعت توی ایران اتفاقی دستگیر نمیشه یا شهروند خارجی اتفاقی هم محاکمه نمیشه، به خاطر اینکه اکثریت قریب به اتفاق اونها گروگانن، زندانی که نیستن که محاکمهشون مثلا اتفاقی انجام بشه. اگر در طول دادگاه حمید نوری از روزی که شروع شد تا امروز جمهوری اسلامی یکی دو تا شهروند سعودی رو نمیگرفت و چنین کاری رو نمیکرد، چنین نمایشی رو راه نمینداخت، من به شخصه احساس میکردم که یه جای کار الان میلنگه، حالا انقلابی داره میشه، یه چیزی شده حواسشون پرته، به خاطر اینکه گروگانگیری در دی ان ای جمهوری اسلامی از روز اول هم بوده. اون زمانی که فرقش الان اینه که اون زمانی که اینها رفتن از دیوار سفارت آمریکا بالا، همونه که بعدن دوباره اصلاح طلب شدن و بچهای خودشون فرستادن برن آمریکا درس بخونن، البته اینها اون زمان اسم کارشون رو میذاشتن گروگانگیری، تو مذاکرات مجلس هست الان بریم ببینیم میان که گروگان ها رو چه کار کنیم، اصلا به اسم گروگان ازشون یاد میکنن. در دهه 60 هم همینطوری بود، میرفتن گروگان رو که میگرفتن در لبنان، فرانسوی ها رو در لبنان در جریان جنگ داخلی یا آمریکایی ها رو میگرفتن، میگفتن گروگان گرفتیم، حالا بریم با زندانیامون اینا رو معاوضه کنیم یا در ازاش پولی بگیریم، اسلحه بگیریم، چیزی بگیریم. از یک تاریخی به بعد اسم گروگانگیری دیدن بده، بهش گفتن زندانی، گفتن خب چیکار میکنیم، ما گروگانه رو میگیریم بهش میگیم زندانی، یه اتهام هم بهش میزنیم، یه اعدامی بهش میدیم، یه 25 سال حبسی بهش میدیم، چیزی بهش میدیم، از این کارت استفاده میکنیم. و این گونه شد که در 3 سال پیش حدوداً یک سندی آمد بیرون از مذاکرات ظریف با سناتورهای آمریکایی. سناتورهای آمریکا بهش میگن خب حالا این کارو حل کردیم، اون کارو حل کردیم، گروگانا رو چیکار کنیم؟ میگه ما اصلا گروگان نداریم. اینها طبق قانون کشور مجازات شدن، کارو خلاف کرده بودن، محاکمه شدن. ولی دنیا میدونه که اینها گروگانند. و این نمایش آوردن این شهروند بیچاره سوئدی به جلوی دوربین ها و عکس گرفتن ازش و اطلاق اتهام افساد فعل ارز، همه اینها برای فشار گذاشتن بر دولت سوئد است، برای اینکه بتونن حمید نوری رو نجات بدن. دنیا هم میدونه گروگانگیریست، جمهوری اسلامی هم خب خودش گروگانگیری اصلیست، ولی من امیدوارم به این چرخه باطل جنایت میکنند، گروگان میگیرند، جنایتکار رو آزاد میکنند، یک روزی کشورهای غربی پایان بدن. به خاطر اینکه شما وقتی که به گروگانگیر جایزه میدید، اون چیزی رو که میخواد بهش میدید، این چرخه هرگز سر باز ایستادن نخواهد داشت. کاری رو باید بکنن. خب شما شهروند ایتالیا هستید، به خوبی میدونید کاری رو باید بکنند که دولت ایتالیا با مافیا کرد، یعنی اینکه از یک زمانی به بعد هر گونه امتیاز دادن، باج دادن در ازای گروگانگیری مافیا رو موقوف کرد. حتی آمد، شما بیشتر میتونید برامون بگین، آمد و قانون رو وضع کرد که اموالی رو که مشکوک بودن ایتالیا در مافیای ایتالیا درش دست داره، اونها رو دست میذاشتن، موقتا توقیف میکردن تا صاحبش ثابت بکنه که این اموال مربوط به مافیا نیست یا از یه جای سفیدی آمده. درصد بسیاری از اموالی هم که روش دست گذاشته بودن هرگز هیچ صاحبی براش پیدا نشد، چون میدونستن که گیر قانون میافتن. اگر باجدهی به مافیا انجام میشد، تمام اروپا هر روز مشغول این بود که یک چیزی به یکی از سران مافیا بده، یک وزیری، یک سفیری، یک شهروندی رو آزاد بکنه از چنگال اینها. همین کار رو باید با جمهوری اسلامی بکنند. جمهوری اسلامی با مافیا فقط یک فرق داره. مافیا کرسی در سازمان ملل متحد نداره، جمهوری اسلامی داره. و تنها این فرقه. بنابراین روش برخورد باید همون روش برخورد باشه، فارغ از اینکه این کرسی سازمان ملل را دارد یا ندارد. یعنی به باجگیر باج داده نشه، روش فشار خورد کننده ای بیاد تا دیگه دست به چنین کارهایی را نزنه. میدونم که سخته برای بسیاری از کشورها که شهروندشون رو میبینن اونجا بازداشت شده و تحت فشارن، ولی چاره نیست. اگه لانگ ترم، طولانی مدت در واقع فکر بکنند، این راهشه، وگرنه هرگز از دام گروگانگیری
جمهوری اسلامی اروپایی ها نخواهند رست. با سپاس فراوان از همراهیتون. سپاسگزارم از دعوت. بینندگان عزیز، اعدام بسست این هفته در اینجا به پایان میرسه. شما میتوانید برنامه های قبلی رو در سایت و یا کانال یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران مشاهده کنید.